هلو، دمت گرم، درود بهت از هر جایی که با ما هستی. امروز روز سوم چالش 30 روزه برو بریمه و ما یک صحبت خیلی مهم داریم. اگه یادت باشه این چالش برای اینه، اگر تازه داری ما رو میبینی یا اگر که روز سوم داری به ما میپیوندی و برمیگردی، یادت باشه این چالش هدفش اینه که ما بتونیم یک آرزوی، یک هدفی رو که همیشه داشتیم و هی پشت گوش مینداختیم رو شروع کنیم و تو مسیرش حرکت کنیم که بهش برسیم. اما هر روز 90 دقیقه بعد از اینی که روش وقت گذاشتیم و روش فوکس کردیم، میایم آخر روز 9 دقیقه روی سوشال میدیا راجبش صحبت میکنیم، تجربه های اون روزمون رو با هم به اشتراک بگذاریم. توی این اتفاق توی این شرایطی که ما داشتیم توضیح میدادیم، دو تا اتفاق هست که همیشه خواهد افتاد. اولینش اینه که وقتی که ما میایم این کار رو انجام میدیم، خودمون رو داریم متعهد نگه میداریم به پلنمون، به برنامه‌مون. و دومیش اینه که اگه هر چیزی یاد بگیریم، ممکنه به یک نفر دیگه هم کمک بکنه. و سوم، وقتی که تو راجع به یک چیزی حرف میزنی که یاد گرفتی، دوباره اون توی خودت نهادینه تر میشه. از اونا همه مهمتر، دور و بریات میبینن که داری یه کار متفاوت میکنی، اونا رو هم تشویق میکنی که شاید بخوان یک حرکتی بزنن برای اینکه خودشون هم تو اون مسیر برن. یعنی همه به هم کمک میکنن. و اگر یه روز دیر اومدی یا اینی که یک روز رو از دست دادی، اونایی که حواسشون باشه بهت مسیج میزنن و میگن رفیق کجایی. خیلی اتفاقای خوبی توش میفته. حتما این کار رو شروع کن و بکن، امروز و فردا نکن. اون نشونه‌ای که دنبالش بودی همین نشونه است. تو هم همین صحبت‌ها رو باید بکنی واسه بقیه لیستت. حالا امروز من میخوام راجع به تجربه خودم صحبت کنم. اگه یاد باشه بهت گفتم من میخوام یک برنامه‌ای با بچه‌های تیمم بذارم، یه برنامه نوروزی خفن که تا حالا مثلش نبوده، حتی خود منم توش یعنی هیچ جا ندیدم یه همچین چیزی. یه برنامه نوروزی که خود روز نوروز باشه واسه لحظه سال تحویل، که خیلی یه چیزی خیلی خفن‌تر از نایت کلابا باشه، ولی نه توی لول شام بشینیم بخوریم و برنامه‌هایی که میشینن و شو اجرا میکنن. این وسط یک اتفاقی میفته که مثلا معمولا توی میامی و توی ویگاس میفته و من میخوام اون اتفاق بیارم تورنتو. توی این مسیری که دارم میرم، خب خیلی اتفاقای پرفراز و نشیبی داره میفته و خیلی کار عجیب و غریبی هم هست کاری که داریم میکنیم. برای همینه که من میخوام یک سری چیزها رو با تو هم در میون بذارم. مثلا اینی که من چجوری دارم این کار رو انجام میدم مهم نیست، هر کسی یک جوری باید خودش یک کاری که میخواد رو تو همون مسیر خودش انجام بده، ولی یک سری اتفاقا میفته پشت پرده که اینا اتفاقای مشترکه. مثل چی بگو؟ همجوری که داشتم بهت میگفتم، روز دوم و سوم معمولا روزهایی که یه خورده آدما شل میشن روی اینی که من اگر یه خورده به مشکل بخورم باید چیکار بکنم، از کدوم طرف برم و چه ریاکشنی باید نشون بدم. و خیلی ها تا ست بک یا دیواری جلوشون سبز میشه میگن که ولش کن و برگردیم و حالا یه روز دیگه امتحان میکنیم و این ماجرا همش از هم میپاشه. برای همین روز دوم، دیروز صحبت کردیم که دیسیپلین چقدر مهمه و حتما باید خودت رو بکشونی و به روز سوم برسونی. و حالا چه روز اول، دوم یا سوم، و مخصوصا روز سوم، اونایی که روز سوم دارن میبینن، یک چیزی که خیلی مهمه اینه که سلبریت بکنی، جشن بگیری اینی که فقط به روز سوم رسیدی. اگه که به روز سوم رسیدی، سه روزه که الان 90 دقیقه وقت گذاشتی در مسیر رسیدن به آرزوات، حالا هر مسیری این میتونه باشه، هر کاری میتونه باشه، هر هدفی میتونه باشه، هر چی، واقعا دارم میگم برای هر کسی فرق میکنه، ولی روزی 90 ساعت 90 دقیقه براش وقت بگذاری، به روز سوم باید الان جشن بگیری. ما امروز یه جشن گرفتیم و من بعد از مدت ها امروز با ستاره اومدیم با اجازهتون این سینما و اومدیم یک حال هولی بکنیم. ولی نکته ای که مهمه اینه که هر کسی یه جوری سلبریت میکنه دیگه. نه مثلا من خیلی وقت بود سینما به ستاره نیومده بودیم، گفتیم همین امروز بزنیم بریم سینما، هم حال دلمون عوض میشه، هم اینی که این سلبریشن یا جشن گرفتن توی اگزیکیتیو پلنینگ، توی اگزیکیتیو استراتژی
و استراتژیک پلنینگ بسیار مهمه، به خاطر اینی که مغز انسان هم همیشه لازم داره که خوشحال بشه، ریورد بشه، باید بهش جایزه داده بشه و الا خسته میشه از اینی که فقط بخواد کارهای بیهوده بکنه. و اگرم احساس بکنه مغز ما که یک شادی، یک مسیری، یک اتفاقی ته این مسیر نیست که من خوشحال بشم، بسیاری از مدت ها ما هدفمون رو میذاریم روی یک چیزی، مثلا من میخوام اینقدر مشتری جمع کنم، میخوام یک همسر خوب پیدا کنم، میخوام یک دوست پسر دختر بگیرم، میخوام یک پولی به دست بیارم. اینقدر تو اگر که بندازیم دنبالش بخوایم بهش برسیم، توی اون شور و هیجانش که داریم فقط میریم جلو درگیر میشیم که وقتی دستمون میاد اصلا نمیشینیم بهش فکر بکنیم که واو چقدر باحال، دم خودم گرم، رسوندم خودم و اینجا، یس 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 یس، مهمونی، پارتی، آب بخوریم، مشروب نخوریم، واسه مهمونی لازم نداری شات بزنیم، آب بخور، آب برات خیلی خوبه، جدی میگم. ولی اینو میخوام بهت بگم، یه کاری بکن که خوشحالت میکنه، شاید اون یه کار خیلی کار راحت باشه، شاید یه غذای یا اون بچه اومدن دارن مش میزنن توی این چیزای بازی ببینم قدرت یکی بیشتره، ولی خوب بود، پترن اینترابت خوبی بود. عرض شود که تو رو خدا هر کاری میکنی میک شور کن که خودت رو سلبریت بکنی، جشن بگیر موفقیتت رو، بیدار شدنت رو صبح ها جشن بگیر. وقتی از صبح بلند، صبح از خواب بلند میشی یادت باشه که هر شب بالای 100 و چندین هزار نفر دور کره زمین، آدم هایی که خیلی سالم بودن و کاملا موردی نداشتن، دیگه صبح از خواب بیدار نمیشن. همینی که صبح از خواب بلند میشی اینو جشن بگیر، تا بیدار میشی چشتو باز میکنی یه نفس میکشی یادت باشه که تو یک روز دیگه هستی، یه روز دیگه ای که میتونستی نباشی رفیق، چون هیچ کس نمیدونه که اینجا نیست و فقط بودنت یعنی که تو هنوز میتونی یک تجربه جدید برای خودت اون روز بسازی و اون روز یک روز جدیده. امیدوارم اگه که توی این چالش آردی هستی با قدرت ادامه بدی، روزی 90 دقیقه وقتت رو بگذار برای اینی که توی مسیر آرزوات و هدفات یک خورده قدم اضافه برداری. و اگر شروع نکردی، الان زمانشه که بخوای دیگه بسم الله و بگی و هر چی رو پاشنه کفش رو بکشی و هر کاری که میخوای بکن، الان زمانشه. من 30 روز میام و این رو یادآوریت میکنم که امروز روزشه. اگه شروع نکردی امروز شروع بکن، امروز هم روز جدیدیه و هر لحظه، دمت گرم، اون مشت خوبی بود، هر لحظه که تو شروع بکنی همون لحظه جلو افتادی از اینی که بخوای پشت گوشش بندازی. و یادت باشه تا تو حرکت نکنی، خدا میگه چی میگن، میگه از تو حرکت از من برکت. این ماجرا واقعیه، اینی که ما فقط بشینیم بگیم این ماجرا رو من نمیفهمم، مثلا تو منیفستیشن و تجسم کردن و اینا بچه‌ها همیشه اینو میگن آره تجسمش کن، بشین بنویس، بذار روی کاغذ، بذار زیر بالشت، اوکی همه اونا رو بکن، ولی یادت باشه این به قدرت قبلی نبود. یادت باشه وقتی که قدرت اینتراپشنش البته بیشتر یادت باشه وقتی که میخوای تصمیمت رو بگیری، وقتی که میخوای یه چیزی رو تجسم بکنی، وقتی که میخوای کلیر ویژن درست بکنی، این خیلی مهمه که اینتنشنات رو هم پشتش بگذاری و فالو آپ بکنی، حرکت بکنی تو اون مسیر و با اکسایتمنت، با هیجان بری جلو. من خیلی مشتاقم به خاطر اینکه داریم یه برنامه خیلی خفن میذاریم براتون 19 مارس تو تورنتو که هنوز مثلش نبوده، مثل خودشه، مثل یه چیز دیگه ای نیست. اگه هر کاری میخوای بکنی الان وقتشه رفیق، داریم میشیم 9 دقیقه که خاتمه لایو ماست. Until tomorrow, love you, be good.